دولت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت نظامی ارتش بوداظهری نتوانست به اوضاع سر و سامان بدهد. شاه ناگزیر به سیاستمداران سابق روی آورد، اما آنها هم به گفته احسان نراقی با ناباوری با شاه روبرو می شدند. اون چیزی که همه را آخر سر باز دچار تردید می کرد این بود که هیچ کس از شاه خاطرش جمع نبود که واقعا این پشت آدم می ایست یا نه. این گذشتهش که گذشته بود که همه رجال سیاسی نسبت بهش بیمناک بودن. سیاستمدارانی مثل عبدالله انتظام و دکتر امینی که در این روزها با شاه دیدار می کردند این عدم اعتماد را تایید می کنند. انتظام بدبخت مرد رو این کار و واقعا باور بکنید به قدری نسبت به شاه صمیمی بود. خب همونجا در حضور من شاه بهش گفت که بله من حرف شما رو گوش نکردم، اگه گوش کرده بودیم اینجور نمی شد. و بله ما عرض کردیم. بعد گفت بله خانه کس به ما میگن ما دیر تصمیم میگیریم. تو گفت اجازه میفرمایی؟ گفت چیه؟ گفت اگر بعد هویدا شما دکتر امیر آورده بودید به این روزگار نمیفتد. سرش انداخت پایینو. گفت بله بعضی هم ناز میکنم. گفتم بعد اولا روز اول عرض کردیم که قبول نمیکنم، چون ناز نیست. بلکه نمیتونیم. آخر همدیگر میشناسیم و نمیتونیم کارو بکنم. شاه در اینجا بود که چاره‌ای جز تماس با رهبران جبهه ملی برای خود ندید. احسان نراقی میگوید به شاه پیشنهاد کرده بود که برای صحبت با دکتر سنجابی به دیدن او برود که در بازداشت بود. صبح ماشین اومد و منو برد در یه ویلای در زعفرانیه که ویلای خیلی مجللی بود و رفتیم و فرش ناینی کف سالن بود و یه پیانوی رویال هم با دم دراز گوشه سالن بود و بعد پیش خدمت هم که خب گارد بود ولی پیش خدمت خیلی مؤدب اومد گفتش که چای من دارید یا شیر قهوه؟ من گفتم شیر قهوه و بعد پیش خدمت رفت سینی را آورد و بر فنجان لب طلایی و دستکش سفید بر ما شیر قهوه را گذاشت و بعد از چند دقیقه آقایون آمدن پایین و آقای سنجابی و آقای فروهر. بعد من گفتم که آقای سنجابی شما که رفتین پاریس و اینها و با آقای خمینی ملاقات کردید، خب پس دیگه بنای دولت ائتلافی رو با ایشون ریختید. خب ایشون که خط مشیشون روشنه در کتاب ولایت فقیه هم که معلوم کردن. گفت آقا اینها مهم نیست، آقا این کتاب و اینها مهم نیست، ما بر موج سوار میشویم و میرویم، اینا مهم نیست، حرفشون مهم نیست، حرف مهم نیست. گفتم آقا مهمه اینا، بالاخره اجازتا یک حرفی زده شاه که من به شما میگم وقتی من از جبهه ملی صحبت کردم شاه گفت خب اینا که در الان که در این جریان نقشی ندارن، اون چه هست روحانیونن. و من هی میخواستم به شاه بگم نه خب اینا هم هستن، برای اینکه بالاخره 20 سال 25 سال از اوضاع انتقاد کردن، دولت رو دولت غیرقانونی اعلام کردن، گفتن قانون اساسی اجرا نشده، مصدق و مرتب گفتن زمینه رو سیاسی فراهم کردن که حالا روحانیون آمدن. دکتر سنجابی در واقع بعد از مراجعتش از پاریس بازداشت شده بود، اما به گفته خودش او فقط یک هفته در زندان بود. سپهبد مقدم آمد دیدن آ گفتن که جای شما اینجا خوب نیست، ما را من و فروهر را بردن در زعفرانیه در یک عمارت مخصوص خودشون جا دادن که یک عمارت مجللی بود، سالن‌های بزرگ و اتاق خواب خیلی خوب و حمام خوب، آشپزخانه مرتب برای ما و نوکر و پیشخدمت. یک ماهی مثل مهمان عالی قدر ما پذیرایی کردن و در اونجا مقدم دیدن من میامد. خیلی من به مقدم گفتم آقای مقدم ممکن است ما آخرین تیر ترکش شاه باشیم، ولی آخرین تیر را باید درست هدفگیری کرد و به موقع انداخت، و الا اگر این تیر خطا رفت دیگه همه چیز رفته. این عبارت خودش شد. بعد از یک ماه ما را اونجا مرخص کردن در موقعی که اعلام راهپیمایی شده بود. بعد از این راهپیمایی بود که یک روزی مقدم به من تلفن کرد، فلان کرد شما ساعت 9 شب حاضر باشید که من شما را باید جای ببرم.
البته من حد می زدم باید پیش شاه ببره، ولی تا اون موقع گفتگویی نبود. ساعت 9 آمد منزل من، مرا برد به نیاوران قصر شاه. ما رفتیم وارد قصر شدیم، وارد عمارت و در یک تالاری، در یک اتاقی که مثل این بلند بود، من این پایین گرفتم نشستم، مقدمم از اونجا خارج شد، شاه در مقابل آمد تو و نشست، دیگه پیش من نیامد دست بده و بنابراین امکان این که منم دست ایشون رو ببوسم نداشت. بختیار گفته دست شاه رو بوسید، حالا اگرم بوسید بودم هیچ عیبی نداره، دست شاه رو نبوسیدم ولی در مواقع دیگر بوسیدم. نشستیم، اون بر میز نشست، من این بر میز نشستم، اون وقت صحبت ما با شاه در گرفت. من راجع به اعلامیه سماده بیشون توضیح دادم که مفاد این چیه و چطوره و جریان مذاکره خودم را با خمینی توضیح دادم با ایشون و بعدم به شاه گفتم علی حضرت بدانند که وضع مملکت فوق العاده خطرناکه و شاه هم دشمنان فوق العاده سخت دارن و موقعیت انقلابی است، باید این کار انقلابی کرد. ایشان به من گفت که شما بیاید تمام دار بشید. من به علی حضرت گفتم با همین کیفیت نمیشه، من نمیتونم کنم. من به خاطر میآوردم اونجا که شاه 3 ماه پیش گفته بود این جبهه ملی خائنین بالفطره که با بیگانگان ارتباط دارن، نوکر انگلیس ها و آلمان ها هستن و میخواهن ایران را تسلیم روسا بکنن. من میدیدم این چجور با هم توافق میده، شاهی که به ما چنین عقیده داشته باشه میاد چطور حکومت به من میده و من به چه ترتیب میتونم حکومت کنم؟ گفتم به نظر من موقتاً بهتر اینه شاه حضرت از مملکت خارج بشید و بعد یک شورای دولتی تشکیل بشه از چند نفر از رجال درجه اول مملکت و چند تا از علمایی که مورد توجه اونا باشن و بعد اصلاحات شروع بکنیم ببینیم به چه ترتیب باشه. شاه با هیچ یک از افکار من موافقت نکرد، گفت فروج من از مملکت صلاح نیست، برای اینکه ارتش حاضر به چیز دیگر نخواهد بود و من هم احتیاج به شورا ندارم. من هم گفتم علی حضرت من هم با این کیفیت کاری نمیتوانم بکنم، از این جهت اجازه فرمایید خدمت خارج بشم. شاید یک نیم ساعت یا بیشتری پیش شاه بودم، خارج شدم. فردا هم برای اینکه ما با در طرف اینا خبری منتشر بشه اعلامیه مختصری صادر کردم که دیشب خدمت ایشان رسیدم و بر طبق ماده 2 اعلامیه عرض کردم که شرکت ما در حکومت غیر ممکن. و اما اعلامیه دیگری که جبهه ملی صادر کرد به گفته احسان نراقی برای این بود که مبادا ملاقات دکتر سنجابی با شاه به اعتبار جبهه ملی صدمه بزند. از قراری که آقای داریوش فروهر برای من گفت، گفت ما از این رفتن سنجابی پیش شاه دلخور بودیم اون زمان، چون ما فکر میکردیم که باید با روحانیون و با طرفدارای آقای خمینی همکاری کرد. در موقعی که رفت پیش شاه و برگشت، ما در خونه سنجابی بودیم، ما یه اعلامیه تنظیم کردیم که سپهبد مقدم رئیس ساواک آمد و آقای دکتر سنجابی رو برد به کاخ نیاوران و بازگرداند، که مثلا بگیم که ایشون رو مثل که رئیس ساواک برده خلاصه برای مذاکره. که بعد روز بعدش و روز بعدش که من شاه رو دیدم، شاه با تعجب گفتش که این حرف چی بود که از قول سنجابی گفتن، و این حرف رو شاه به دکتر امینی و دکتر صدیقی گفته بود، تعجب کرده بود از این اعلامیه. منظور که یه مقداری تو این کار سیاست هایی بوده که آقای سنجابی به نظر من به قولش شوخی میگفتش که ایشون میخواست هم نخست وزیر شاه باشه هم نخست وزیر آقای خمینی. نگرانی جبهه ملی بی دلیل نبود. بسیاری از اعضای جبهه ملی از جمله حاج محمد شانچی مخالف هر گونه مصالحه‌ای با شاه شده بودند. من خودم و با چند نفر از دوستان رفتیم به دکتر سنجابی گفتیم مسلماً این کار قبول نکن که نمیتوانی هیچ کار بکنی با این اسیانی که مردم کردن و با این ناراحتیه که مردم دارن، و اگر شما قبول کنی هیچ کار نمیتونی بکنی، بدنام هم میشی. دکتر سنجابی 2 مرتبه با شاه ملاقات کرد و قبولم نکرد. بعد رفته بودن سراغ آقای دکتر صدیقی که من یادم 3 مرتبه
من خودم به اتفاق چند نفر از دوستان رفتم خدمت آقای دکتر صدیقی، گفتم آقا این کارو نکن، و دکتر صدیقی مصمم بود که قبول کنه نخواست وزیری ره، به شرط اینکه شاه در مملکت بمانه و ایشون نخواست وزیر باشه و اختیارات تامه به ایشون بده، در حقیقت نخواست وزیر مشروطه باشه و شاه هیچ کاره. و ما برحذر داشتیم، ما میگفتیم در شرایط کنونی اگر شما نخواست وزیر بشین، در حقیقت شما یک افعی زخم خورده رو شفاش دادین، این فعلا یک مقداری آرامش پیدا میکنه و بعد که آرامش پیدا کرد دو مرتبه التیام پیدا میکنه زخمش، دو مرتبه زهرش خواهد زد و این کار نکنید. و یادم شب آخری که ما خدمت آقای دکتر صدیقی بودیم، داریوش فروهرم بود، فوق‌العاده عصبانی شد و کلاش ازت به زمین و ناراحت شد و گریه کرد و که آقا نکنین، و ما گفتیم آقا این کار نکنید که صلاح نیست. دکتر صدیقی به گفته احسان نراقی نظر مساعدتری داشت، اما با شرایطی. دکتر صدیقی میگه با من میخوام بشم نخست وزیر قانونی طبق قانون اساسی، شاه هم باید سلطنت کنه نه حکومت، و جلوی فسادم بگیرم، ارتش هم باید فرماندهی کل قوا برگرده به دولت، ساواک هم منحل، ایران هم از سنتو بیاد بیرون، مداخلات خارجی هم موقوف، و شاه هم بمونه ایران. برای اینکه ارتش کاری نکنه، عقیده دکتر صدیقی بود که شاه بمونه ایران و شورای سلطنت از یه ده اشخاص موجه تشکیل بشه. اما دکتر سنجابی میگوید که در مقام رهبر جبهه ملی، دکتر صدیقی را از پذیرفتن نخست وزیری شاه برحذر داشته بود. دکتر صدیقی در شورای ما نبود، تک تنها بود. من میدیدم اگر صدیقی الان قبول مسئولیت بکنه به تنهایی، بدون این که در جز شورای ما باشه، برای ما دوچار زحمتی خواهد شد. این بود که ایشان بنده به وسیله یک اعلامیه هشدار دادم که جناب آقای دکتر صدیقی شنیده شده که شما برای تشکیل حکومت در نظر گرفته شد. محترمان خدمتتون اطلاع میدهد اگرچه شما جز فعالیت جبهه ملی نیستید و هر اقدامی که بکنید مربوط به خودتون خواهد بود، ولی اگر بدون مشورت با جبهه ملی اقدام انتظار همراهی از طرف جبهه ملی نداشته باشه. این اعلامیه که منتشر شد دکتر صدیقی کنار کشید. سپهبد مقدم که رابط شاه با ملیون مخالف شده بود، به کنایه نظر مهندس بازرگان را هم جویا شده بود، اما به گفته مهندس بازرگان کسی به وعده های شاه دیگر اعتماد نداشت. کلیه کسانی که ایشون مراجعه میکرد برای انتخاب نخست وزیری، اونا اعتماد نمی کردن. ایشون البته می گفت که من دیگه دخالت نخواهم کرد، هم به دکتر صدیقی اینو گفته بود، هم به بختیار گفته بود، هم به اشخاص دیگه، ولی اونا باور نمی کردن. و آقای دکتر صدیقی اتفاقا در ملاقاتی که آقای دکتر صحابی و من باشون داشتیم، ایشون گفتن بله به من چنین چیزی گفته و از من اصرار داره که من این بپذیرم، چون می خواهد از ملیون و مردم مورد اعتماد، اشخاص شخصیت‌های مورد اعتماد مردم نخست وزیر بشن. من این همین گفتم که آخه شما با هیچ کس درست راه نیومدید. گفته نه، منم گفتم خیلی خوب، به شرط اینکه به محض اینکه دیدم شما از این قولتون عدول کردید، من به طور علنی اون موقع و همه خواهم گفت، با این شرط من میخوام بپذیرم. البته ایشون هم هنوز نپذیرفته بود. منظور در این اتمسفر، در این جو بود که تیمسار مقدم اون صحبت ها رو ببنده کرد و میدونست که خب شاید هم این سؤال رو به این دلیل کرده بود که مثلا اگه ببینه زمینه مساعدی در بنده هست، مثلا یه پیشنهادی هم بده، ولی دیگه به اونجا نرسید. پیام ها و سخنرانی های شدید اللحل آیت الله خمینی در پاریس علیه هر گونه مصالحه، کنار آمدن با شاه را دشوارتر می کرد. ما بیشنیم بگیم که شما اعلی حضرت حالا دیگه باشید، دیگه از این به بعد حکومت نکنید، اعلی حضرت باشید. این چه منطقی است که تو انسان هم چه حرفی را میتونه بزنه؟ بیایم به قانون اساسی حالا عمل بکنید. معنی قانون اساسی عمل کردن این است که آقا سلطان باشند و حاکم نباشند. میشه هم چیزی امکان دارد برای یه آدم؟ ایوان هم نمیتونه هم چه حرفی بزنه. اگر کسی یک کلمه بگد که در این یک کلمه ترویج از این ظالم است، تأیید این ظالم است،
با این کلمه حفظ بشه از این ظالمت خیانتکار به اسلام و مسلمین. اسم قانون اساسی را نباید کسی دارد. بعد از سایر رجال ملی، شاه بالاخره به سراغ شاپور بختیار رفت. یک روزی تلفن کردند از چیزی که تیمسار مقدم میخواد با جناب عالی صحبت کنه. گوشی دادم، گفت آقای دکتر بختیار، من نمیخواستم خدمت جناب عالی برسم. گفتم تیمسار چمدون من بگیرم یا نه؟ چون چمدونی داشتم برای تمام چیزایی که لازمه برای تو زندان خوابیدن و یه سکه کوشه و اینا، اینقدر سبک. گفت چمدونتون چیه؟ گفتم یه چمدونی من دارم، وقتی مهمان شما هستم اونجا میارمش، برای یک ماه کافی تمام چیزی که اون رو من دارم، بعدش هم باید بفرستین خونمون چی دیگه بیارن. گفت نه قربان، من میخواستم خدمتتون شما. گفتم نه، اجازه بدید تیم صد من میام پیش شما. بالاخره وقتی رفتم نشسته بودیم، گفت که علی حضرت خیلی ناراحتم و به من سپردن که با جناب عالی بازرگان سنجابی و دکتر صدیقی صحبت. گفتم راجعه چی؟ گفت راجعه مسئله مملکتتون ها. گفتم خب این مملکت یا همیشه مال ما بوده یا پریش هم دیگه متعلق به من شده. بنده حاضر هستم هر خدمتی راجعه که راه نمایی بکنم، ولی من میدونم که راه نمایی من به جایی نمیرسه، عملی نخواهد شد، ولی من حاضر هستم جناب عالی سوال بکنید فلان کار فلان کار، من تا اونجایی که به منفعت مملکت مربوط میشه پاسخ میدم، ولی این خوبه و اون بده و اینو بیارید و اونو برید این کار من نیست. در حدود یک ساعت بیشتر صحبت کردیم و من رفتم. وقتی رسیدم دیدم که بعد از ظهرش ساعت 5 به من تلفن کرد سنجابی که اون بابا شما رو دید. گفتم بله. گفت خب چه میکرد؟ گفتم چی؟ گفتم چه دک لاغوت به شما گفته؟ شما به کسی خیلی قرد من رو نبود. گفت بله. من گفتم شما چه حواب دادید؟ گفتم اینو با تلفن بهتره نگیم، همدیگه رو میبینیم و با هم صحبت میکنیم، همین کارم کردیم. اینا بعد تمام دعواش با من از اینجا بود. گفت این شاه ایران نمیره بیرون. من بهش گفتم میره بیرون و یکی از شرایط من این است که ایشون موقتاً هم که شده بره بیرون، برای که این تب باید بخوابه و تا این تب نخوابه نمیشه کاری کرد. و اما اردشیر زاهدی از معدود دوستان شاه که هنوز در کنار او بود تصور دیگری از حکومت ملی داشت. من به علاوه درس کردم عوض این که شما بیاید نخست وزیر معین کنید، خودتونم خسته شدید و این بساطم هست، هر کسی یک طرف میکشه، اختلاف بین خود توی جبهه ملی، اختلاف روزی که آقای دکتر صدیقی رو قرار بود بیاد و میامد مدت ها شرفیاب میشد تو زور حلازجاد، بعضی از خود جبهه ملی ها بر علیه او عمل کردن، روزی که آقای ارشاد که بختیار قرار بود بیاد باز یه دب و علیهش گذشتن و هم اختلاف کنم، عوض که این کار بکنید به نظر من از کسانی که شخصیت دارند و مورد احترام مردم در قسمت‌های مختلف در شهرستان هستند، از اینها دعوت بشه، همینطور هیئت رئیسه دو تا مجلس هم دعوت بشه، یا حضورتون چای بخورن، نهار بخورن، چادری می‌زنیم، همه جمع بشن، علازت بینا بفهمید آقا این مملکت مال شماست، همین از که مال منم هست، برید دور هم بشینید، دو نفر سه نفر یا پنج نفر معین کنید که من از توش یه نفر انتخاب بکنم برای نخست وزیر. من فکر می‌کنم اگر این کار شده بود و من معتقد به این جریان بودم، دو دفعه هم اسامی افشقت قرار شد، آدم فرستادیم به شهرستان ها، غیره اسامی را معین کردن که چه اشخاصی مورد احتیاجن، چه اشخاصی مورد علاقه مردم هستن، اینا که میشستن چون همه وطن پرست بودن، مملکتشون هم دوست داشتن، طبیعتا اگه نخست وزیر رو که کاندید اونا کرده بودن میامد و علازت بهشون دادن، مردم هم بیشتر دنبال می و همین اشخاص رو چه در شهرستان در داخل خیلی میتونستن موثر واقع بیشتر بشن. در این آشفتگی به گفته احسان نراقی، با اینکه شاه خود خواستار یافتن حکومتی جانشین بود، اما همه جستجوهایش هم از روی اکراه بود. شاه اونقدر به قدرت شخصی خودش، اون روش کار گذشتش عادت کرده بود که من میخوام بگم اگر بهش میگفتن که حتی شاپور و بختیار تو رو نجات میده، دست از حکومت بردار، سرطنت بکن، آخر سر حاضر نبود، یعنی نمیتونست قبول کنه، نمیتونست توی لباس بره، لباس پادشاهی که بخواد سرطنت بکنه، نه حکومت، نمیرفت به تنش.